وزیر خارجه آمریکا امروز سفر خود را با دیدار با همتایان در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، اتحادیه اروپا و گروه هفت آغاز کرد. محوریت این رایزنی‌ها برقراری حداکثر هماهنگی در اعمال تحریم و آمادگی در برابر روسیه است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته سری جدیدی از تحریم‌ها را این بار برای افراد نزدیک رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد. فرهاد پولادی همکارم از کاخ سفید الان با ما هست. فرهاد، آنتونی بلینکن در بروکسل، این دیدارها چه نتایجی به دنبال داره؟ بله پیام، آقای بلینکن سه سری دیدار داره امروز، یکی با که انجام شد، اولیش با وزرای خارجه پیمان نظامی ناتو بودش، همچنین دیداری داره با هم رهبران اتحادیه اروپا و دیدار دیگه ای که هست با گروه هفت، همتایانش در گروه هفت. و اما در دیداری که با آقای جوزف بورل داشت، در ابتدا اشاره کرد که آمریکا به دنبال این هستش که همچنان راه حل دیپلماتیک پیدا کنه و گفتش که آقای پوتین در جنگ همه اصول بین الملل رو زیر سوال برده و اون رو نقض کرده. همچنین آقای بلینکن پیش از دیدار با دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ این صحبت ها رو داشت. در پی تجاوز بدون توجیه و از پیش برنامه ریزی شده ی روسیه علیه اوکراین، این پیمان با سرعت، با وحدت، با عزم راسخ گرده هم آمد و فوراً گروه ویژه واکنش سریع را راه اندازی کرد. با اجرای طرح‌های گام به گام، ما به تقویت امنیت ناتو ادامه می دهیم. همه اعضا به هر طریقی به کمک اوکراین آمدند. هر متحدی به نوعی به تقویت خود ناتو کمک می کند و همانطور که دبیر کل گفت، پیمان ما یک اتحاد دفاعی است. ما به دنبال هیچ درگیری نیستیم، اما اگر درگیری به سراغ ما بیاید، ما برای آن آماده هستیم و از هر وجب از خاک ناتو دفاع خواهیم کرد. بله، دبیر کل ناتو آقای ینس استولتنبرگ هم همچنین در صحبت‌های برای خبرنگاران گفتش که درخواست اوکراین رو رد کردن، مبنی بر اینی که بر فضای آسمان حریم آسمان اوکراین پرواز ممنوع اعلام بکنن. گفتش که این امر موجب گسترش دامنه جنگ به دیگر کشورهای همسایه خواهد شد. بار دیگر درخواست کردش که راه دیپلماتیک رو روسیه برگزیند و همچنین گفتش که بدون فوت وقت و بدون پیش شرط روسیه باید آتش بس رو انجام بده. دیروز در کاخ سفید، ساختمان پشت سر من، آقای بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ابتدای جلسه کابینه خود رونمایی کرد از سری جدید تحریم‌های آمریکا علیه ولادیمیر پوتین و این بار علیه حلقه اطرافیانش. تحریم‌های شدید اقتصادی که علیه پوتین و همه اطرافیانش اعمال شده است، دسترسی به فناوری و همچنین دسترسی به سیستم مالی جهانی را قطع می‌کند و تاکنون تأثیر عمیقی داشته است. هدف ما به حداکثر رساندن تأثیر تحریم‌ها بر پوتین و روسیه و به حداقل رساندن آسیب برای ما و متحدان و دوستانمان در سراسر جهان است. خب باید بگم که امروز نزدیک به 2-3 ساعت دیگر رئیس جمهور آمریکا میزبان همتای خود از فنلاند هستش. فنلاند مرز مشترک با روسیه داره، جزء اتحادیه اروپا هستش، اما عضو ناتو نیست و درخواست عضویت داده و تمایل شدیدی نسبت به این قبول شدن عضویتش داره. فرهاد، چه خبری از مذاکرات آتش بس بین روسیه و اوکراین دارید؟ چطور پیش میره این مذاکرات؟ بعد دیمیتری پسکوف اعلام کردش که کرملین منتظر پاسخ از طرف اوکراینی هستش که مذاکرات رو به پیش ببره. هنوز جوابی دریافت نکرده و خالی. خب از اون طرف آقای زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم گفته که اصلا به این نوع مذاکره اعتماد و خوشبینی نداره.